وقتی پلیس دهلی وارد این بازار می شود، فروشندگان مغازه ها و واحد های تجاری پا به فرار می گذارند. به فعالان این بازار چند بار تذکر جدی داده شده بود تا دستورالعمل های بهداشتی را برای مبارزه با شیوع کرونا رعایت کنند، اما آنها بی تفاوت به این هشدارها به کار خود مشغول می شدند. بدون ماسک می آیند و اگر آنها را منع می کنیم و تذکر می دهیم با ما درگیر می شوند. تعطیل کردن این بازار کار خوبی بود. دولت ایالتی دهلی هم این بازار را به مدت یک هفته تعطیل کرد. اقدام دولت مناسبه، اما مردم جدی نمی گیرند. تاجر یا خریدارانی که وارد بازار میشن بدون ماسک میان. کسایی که از ماسک استفاده نمی کنن باید جریمه بشن. با بستن بازار فقط افراد فقیر و کارکنان مغازه ها با مشکل مواجه میشن. پلیس هر روز از این بازار تردد و پس از شناسایی متخلفان آنها را بازداشت و راهی زندان میکنند. جب تک سرکار سختی نہیں کرے گی، تا وقتی که دولت سختگیری نکنه نمیتوان جلوی شیوع کرونا را گرفت. باید اقدامات شدیدتری انجام بشه. بدون ماسک رانندگی میکنن، هیچ فردی نیست که علیه آن اقدام سختگیرانه انجام بده. وقتی وضع کمی بهتر میشه ماسکا رو دور میندازن. من از دولت درخواست میکنم اقدام شدیدتری انجام بده. اگر سهل‌انگاری کنیم مردم جان خودشون از دست میدن. در حالی که تمام بازارهای پایتخت هند باز هستند، کرکری مغازه های اینجا پایین است. دولت دهلی به همه واحدهای تجاری هشدار داده است در صورت بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی بازار دوباره تعطیل می‌شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.